مهربان یاران، واقعا من از یه چیزی خیلی خرسندم، جدا از این که یه چیفی ابله وجود دارن که دارن ابله سازی هم میکنن، از این کارت درست میکنن، هی با تلگرام و واتساپ و اینستاگرام بر همه میفرستن، این خلام هی بر همه میفرسته، تا صبح بیدار میشه از خواب شیشتا آمده، گذاشتن همه تونه سر کار، به خود بیان، از این کله خود، یارو میدونم متفکر بوده، اندیشمند بوده، نویسنده بوده، میبینم حالا هی از این کارت مارتر اونا میفرسته، بابا از خودت ذهنیت، خودت چیزی بنویس بفرست، از خودت روزی دو تا کلمات قصار بفرست، یه کاری بکن، این برنامه ها رو میگیرید شما پخش کنید، میترسی یارو برنامه رو پخشش کنه، آقای رژیم کی میفته، این برنامه رو پخش کنید، خرد ورزی رو منتشر کنید، فرکانس تلویزیون پارس رو به همه جا بدید، بگید آقای فرکانس تلویزیون پارسه جرم داره، بگید آقا بهتون میگن که ماهواره این یاتسات تو ایران مال پارس رو نمیشه بگیریم، اصلا فلان دروغ میگن، شما اطلاع رسانی کنید بگید آقا دروغه، تلویزیون پارس چون تلویزیونی که در روشنگری میکنه سپردن بولم که آنتن نصب میکنه که آقا کار نمیکنه این نصب، خب روشنگری ایناست، روشنگری ایناش، اون نیست که هر روز صبح وزارت اطلاعات با لشکر سایبری برای شما چه بکنه چه بکنه، برای همین من سپاسگزار اندیشمندان جوان هستم، سپاسگزار فیلسوفان جوان آریایی هستم، خوش اندیش ها مهربان یارانی هستم که دارن مبارزه میکنن، ولی مبارزه هم شیوه داره، دیپلماسی داره، پایدار باید بمونید عزیزان من، با پایداری مبارزه رو مستمرش کنید، روشنگری بکنید، فردا یعنیان دست شماست، این کاندید مندید هایی دیدید همونجور که من پیشبینی میکردم، دیدید ظریف رو آمد گفت آقا این تو آمریکایی هستی، آقا خود خامنه‌ای داره میگه رو آمریکاییه، خودش داره میگه، میگه حرفای آمریکا رو داره میزنه، یعنی تریبون بلنگو عامل آمریکا خود خامنه‌ای گفته، اینو که من نگفتم، عامل خود آمریکا خود خامنه‌ای هم تایید میکنه، وزیر امور خارجهشه، رئیس جمهورشه، رئیس جمهورشه، حالا همون موقع آقای کروبی آخره دوره مجلسش بود، آمریکا ایشون رو دعوت کرد بره آمریکا، با یه گروه 50 نفر میخواست بره آمریکا، قرار می بود که ایشون بره آمریکا چندی میلیون دلار به حسابش جای بریزن، چون اینا به نتیجه رسیده بودن که اپوزیسیون خارج از کشور به درد نمیخوره، با یه اپوزیسیون نمیتونن کنار بیان، اینا ریشه های چچه دارن، در به این نتیجه رسیدن که اپوزیسیون تو داخل درست کنن، تو داخل خودشون و بخشی رو آمریکایی بکنن و انگلیسی و فلان اینا، یعنی روسی و چینی و اینا، آقای کروبی قرار بود با 50 نفر بره آمریکا، هر کدوم وقتی برمیگردن با حساب های پرپول و برن اونجا اپوزیسیون بشن، آقا اینا اومدن برن، یهو دو سه نفر توی هیئتش، بچه‌ها خودشون میدونن، من اسمشون نمیگم، یکی دو سه نفر توی هیئت کروبی که بودن میخواستن برن، اینها از گروگانگیرهای سفارت آمریکا بودن، آمریکا گفت اینا رو نمیتونن بیان وارد آمریکا بشن چون اینا پرونده دارن جزء گروگان، اینا رو عوض کن، کروبی اینا رو عوض نکرد، بعد مطلب هم خورد، ولی بودجه که تعیین شده بود بعدن داده شد به اپوزیسیون، به اپوزیسیون داده شد، به اپوزیسیون داده شد، خود رفسنجانی بعدن میگه، پسرش هم میگه که موسوی و خلاصه اینا با پولی که دادن اپوزیسیون تو ایران ساختن، این اپوزیسیون اصلاح طلب ها همشون وابسته به استعمار و گلوبالیسم جهانی هستن، حتی اولین چاپخونه مقتدر رنگی که اومد ایران از فلانجا خریدش، آقای ایکس خرید با ایگرگ آوردش ایران که روزنامه زد رو به چهار رنگ منتشر میکرد، توقیف شد، اینا پول همه اونا رو گلوبالیست های جهانی دادن، اینجوری یک اپوزیسیون ساختن، یعنی اصلاح طلب ها نوکر رسمی گلوبالیست های دنیا هستن، گلوبالیست های دنیا هم گفتم بهتون اینا اتنی و یعنی نژاد و دین و اینا نداره، اون که بهتون میگن یهودیان سهیونیستان فراماسون دروغه، گلوبالیسم جهانی الان اکثرش اسلامیه، اکثر بودجهش مال عربستان سعودی و خلیج فارسه، اسلام خودش نقش مهم داره ولی او اسلامی که ضد ایرانه و از اون هم 30-40% دیگه اش کله های
غربی هستن. اگر سوروس و اینا هم بیل گیت و اینا هم تو دنیا ترقی کردن، بیل گیت تو گاراژش آمد دنیا رو الان گرفته و گلیاد و واکسن میسازن فر اینا، اینا سرمایه اصلی همین سرمایه گذاری عربستان سعودی اینا بود. مثلا اینو من میتونم بهتون بگم لااقل چون هموطن ما دیگه، اوبر میشناسین که اوبر آمریکا تو ایران هم در اومده، یک اسنپ نستاپ یک اسمی جوری داره، اوبر صاحبش گیرونیه، من بهش درود میفرستم، خبر رسانی میکنم بهتون. آقای خسروشاهی صاحب اوبر، آقای خسروشاهی ایرانیه، بخواسته بیاد ایران با ایران از پول سرمایه امکانات رسولون که آخود ابله خر که نمیفهمن شعورش نیست که راهش نمیدن، اگه میرفت میگرفت انداخت این زندان، رفته با عربستان سعودی. اینا تو اینترنت هم از بزنیم پیدا میکنیم، با عربستان سعودی از با کمک پولهای عربستان سعودی الان دنیا رو گرفته، دنیا رو گرفته، همه بقیه هم همینجور بود، گلوبالیسم جهانی. پس اینا پس بخشی تو ایران روحانی و باندش همه اصلاح طلبا اینا گلوبالیست جهانی وریان، بعد همه گلوبالیست جهانی یه شاخه دیگه داره، ارتجایی احمق مسجدی فاطمه زهرا سینه زنی زنجیر زنی، این جناح دیگهش چین و روسیه است، اینا هم توی گلوبالیسمن، اونا یه جناحن اینا یه جناح، خرابی بر یکم این اومدای دیگه ای بر، همشون هم اینا موقع به من میگفتن، میگفتم بابا ایرانی‌ها چقدر ارزون میشه بخریم، ما فکر میکردیم چمدون دلار باید بدیم، چون عربستان سعودی سابق چمدون دلار میداد. اینو یک بار آقای دکتر رزمورای عزیزم با من مشاوره با هم داشتیم، فرمودن که رفته بودن با هیئتی به آقای بختیار اینا به عربستان سعودی، وقتی می‌خواستن میان برای هر کدوم یه چمدون سامسونت دلار دم در اتاق هتل گذاشته بودن. حالا میگفتن که آقا اینا ما فکر می‌کردیم باید سامسونت دلار بدیم، نه آقا به اینا تو یک اقامت بده، کارت اقامت 5 ساله، یک ویزا بگی برای مامانش و ننش و عمش بیاد لندن بره آمریکا، و ماکسیمومش خیلی میخوای بشه پسرش اومده یک ملیت بهش بده، یک پاسپورت آمریکایی بده، پاسپورت فلان بده، آن ناچرت میشه برو بیا. به خودشون هم که دادن اینا اکسلن هم دو ملیتی هستن که دیگه تو خود مدرسم گفتن، همه تون میدونید مواظب باشید، ایرانی بایستی ایرانی باشه، ایرانی بیاندیشه، حکومت و فرمانروایی ایرانی، شهریاری ایرانی رو بایستی برقرار کنید، از هیچ چیزی هم نترسید، شجاع و گستاخ و نستوه و دلیر در میدان باشید، پیروزی با شماست، شما پیروز میشید. امروز ایران فراتر از مرزهای خودشه، از ابتدا شروع کردن برای شما تاجیکستان، افغانستان، آریانا تا همه جای دنیا با شماست. سپاسگزار برادرم مهندس امین شجر هستم، دستان گرم همه شما رو می‌بوسم، تا برنامه دیگر بدرود خدا نگهدار. سالنامه‌های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می‌شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. همین تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. درود بر شما. پیوند با سیاوش اوستا در تمامی شبکه‌های اجتماعی فقط با اوستا 7000، اوستا با دبلیو 7000. میبوسمتون. اورمزدشیدها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدشیدها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید.